سلام دوستان. خب تو این دوره ما آموزش آنالیز واریانس رو داریم و در خدمتتون هستیم. آنالیز واریانس یک بخشی از آمار مهندسی هستش که در واقع توی کارشناسی، توی دوره‌های کارشناسی قسمت آمار مهندسی و آمار به دانشجویان ارائه میشه و هدف اون در واقع پیدا کردن رابطه بین یک متغیر و متغیر دیگه هستش. مثلا اینجا فاکتور یا متغیر X میتونه باشه و Y متغیر وابسته و پاسخ من هستش و ما یه سری نمونه گیری میکنیم، سطح بندی میکنیم متغیر فاکتورمون رو و میبینیم آیا تغییرات بین این سطوح رخ میده یا نمیده. آنالیز واریانس در واقع از یک طرف شروع میشه. ما اول مفاهیممون رو با هم دیگه میبریم جلو، بعد آنالیز واریانس یک طرفه رو خواهیم داشت. مثالی از اون میزنیم که مثال کاربردی هستش که ببینیم اصلا چطور این رو باید انجام بدیم و بعد از طریق نرم افزار اکسل میبینیم تو محیط های واقعی یا عملی چطور میتونیم از نرم افزار استفاده کنیم تو آنالیز واریانس رو اجرا کنیم، چون تو عمل باید بتونیم اون رو اجرا بکنیم. خب بعدش وارد آنالیز واریانس یه طرف و تعداد نمونه متفاوت میشیم. تو حالت اول تعداد نمونه ها یکسان بود تو هر سطح، تو اینجا تعداد نمونه ها متفاوت هستش. بعد که تعداد نمونه های متفاوت رو بررسی کردیم، دوباره وارد نرم افزار اکسل میشیم که ببینیم اینو چطوری باید عملی انجام بدیم. ما این دیتا ها رو از یک پایگاه داده ماشین لرنینگ که واسه در واقع توسعه الگوریتم ماشین لرنینگ اونجا قرار داده شده استفاده میکنیم و دیتا های زیادی رو اونجا داریم و میتونیم بگیریم که از اون داده ها استفاده میکنیم. داده ها عملی هستن، اونها رو توی اکسل اجرا میکنیم و بعد از نرم افزار SPSS که یک نرم افزار آماری بسیار معروف مخصوصا تو قسمت آنالیز واریانس هست استفاده میکنیم. بعد وارد طرح بلوکی میشیم که میگیم چطوری میتونیم از طرح بلوکی استفاده بکنیم تا یک عاملی که تاثیرگذار هست و ناخواسته هست رو اثرش رو از بین ببریم. مثل مثلا دستگاه های اندازه‌گیری، اپراتورها از لحاظ مهارت با هم تفاوت دارن، نمیخوایم اونا تاثیر بذارن روی در واقع نتایج ما و اونا رو باید اثرش رو از بین ببریم که از طرح بلوکی استفاده میکنیم. بعد وارد آنالیز واریانس دو طرفه میشیم و اونجا میگیم که ما نه تنها میایم ببینیم که آیا عامل اول و عامل دوم هر کدوم جداگونه تاثیر میذارن روی متغیر پاسخ ما یا نه، میایم میبینیم که اثر متقابل اونا هم آیا تاثیرگذار هست یا نیست. و بعد وارد مثال میشیم که این توی این مثال ما آنالیز واریانس دو طرفه واسه حالتی که تعداد نمونه ها توی هر سطح یکسان گرفته شده رو بررسی میکنیم و بعد وارد آنالیز واریانس دو طرفه توی اکسل میشیم که اونجا تعداد نمونه ها متفاوته. البته اینم با اکسل حل میکنیم، اما اینجا دیگه داده ها رو از اون پایگاه داده گرفتیم، دیتا زیاد داریم و تعداد نمونه ها متفاوت هستن و اون دیتا ها رو یه بارم با نرم افزار SPSS بررسی میکنیم. خب امیدوارم این دوره مفیدی براتون باشه، مخصوصا واسه دانشجویانی که میخوان ببینن تو عمل چطوری از این آنالیز واریانس ما استفاده میکنیم. ممنونم و امیدوارم موفق و پیروز باشید. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.